کم و بیش 2 ماه برای برگزاری نشست های وارسا و بلژیم باقی مانده است. نشست هایی که برای دوام همکاری های نظامی و مالی برای حکومت افغانستان خیلی حیاتی گفته می شود. اما جلب کمک ها مشروط بر عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان را دارد که آیا گام های عملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و اصلاحات حکومت داری خوب برداشته شده است؟ باید بسیار با قاطعیت عمل بکنیم در مقابل فساد اداری. هر زمانی که ما بخشوار با قاطعیت عمل بکنیم، همکاری ملت با خود جلب کنیم، خود با خود ما میتونیم بسیار موفق بوده باشیم و جلب توجه بیشتر جامعه جهانی رو با خود داشته باشیم. و در این نشستی که پیش رو است، باید در این ما طرحهای بسیار جامع و قناعت بخش و قانع کننده داشته باشیم، خصوصا در فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و چالش‌های امنیتی که ما داریم. نشست‌های وارسا و بلژیم برای افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به خاطر مهم پنداشته می شود که در این نشست‌ها روی تأمین صلح و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم و آینده کمک‌های مالی برای 4 سال به حکومت افغانستان، یعنی تا سال 2020 میلادی بحث خواهد شد. باید ما آجندای خاصی داشته باشیم. افغانستان سیده هست که در جنگ داخلی و جنگ تحمیلی درگیر است. باید دنیا را متقاعد بسازیم که با وصفی که کمک‌هایشان سرازیر شود در افغانستان، فشار بالای پاکستانی‌ها و اینا وارد بکنن که مذاکرات صلح نتیجه بده تا صلح در افغانستان حاکم شود. در کنار این همه باورهای نیز وجود دارد که باید حکومت افغانستان در این نشست ها به گونه واضح به جامعه جهانی بگوید که پاکستان تروریسم را در خاکش پرورش می دهد و علیه این کشور در سازمان ملل شکایت درج کند، زیرا با کشته شدن ملا اختر محمد منصور در خاکش بار دیگر ثابت ساخت که پاکستان به گونه مستقیم از گروه های راسفگن حمایت می کند.